سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته کامیون ساخته کامبوزیا پرتووی، گشتی مجازی در نمایشگاه پیکاسو و کاغذ، گفتگو با بهروز بوچانی نویسنده کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان. در واقع هدف از نوشتن این کتاب خلق ادبیات نبوده. در حالی که همه‌گیری ویروس کرونا، فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری از جمله سالن‌های سینما را در جهان قطع یا محدود کرده، در ایران مثل خیلی از کشورها سینماگران فیلم‌هاشون رو به جای سینماها به طور آنلاین نمایش میدن. فیلم کامیون ساخته کامبوزیا پرتووی هم به زودی در سامانه‌های آنلاین نمایش درخواستی ایرانی در دسترس عموم قرار می‌گیره. کامیون 2 سال پیش در جشنواره فیلم فجر موفق شد بهترین فیلمنامه را جایزه‌اش را بگیره و همینطور نامزد سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد بشه. در گفتگویی که با کامبوزیا پرتووی تهیه کننده، نویسنده و کارگردان داشتیم، درباره کامیون پرسیدیم. فیلمی که داستانش حدود 30 سال در ذهن نویسندهش در حال تکامل بود. سر فیلم گلنار که بودیم، خدا بیامرزه، یکی از دستیارام یک روز خیلی ملتهبی داشت. پرسیدم چیه؟ گفت والا هیچی، من قرار بود زن و بچه‌مو بیارم تهران. الان زنم حامله با 2 تا بچه کوچولو از جنوب، این وسایل خونه رو بار کامیون کرده راه افتاده بیا تهران. باش من یه خونه گرفتم براش، ولی الان صابخونه زده زیرش. اینا سرگردون موندن تو تهران. یعنی عجب موضوع عجیبیه این. و اون کلید زد هم طرح کامیون تو ذهن من، ولی خب بر مبنای زمان دائم تغییر میکرد. و بعدش که مسئله داعش پیش اومد و آوارگی بدبختی زنای ایزدی، قصه تغییر کرد به اونجا. یه چیز سخت داشت خود به خود. یک زن با بچهش راه میفته بیاد تهران که شوهرش که تو تهران کارگره رو پیدا کنه. بعدش با یک راننده کامیونی هم سفر میشه و اینا 24 ساعت با همن از اون شهر تا تهران. خب تو این مدت هر چی باشه رابطه عاطفی حتما برقرار میشه. و اون چیزی که حرف فیلم بود همین بود که در پناه عشق هیچ آوارگی وجود نداره. دفعه اول درگیری تو این در تهرانگی اول وای خوانیم اول وای چیه؟ وای اساس انا پیشته یکی اساس مالی یا چطیریش ناوی هست جواوی برای خوش کرد ناجوری که نفرسی. یک زنی که تا حالا از دهشون پاشو بیرون نذاشته یا بیاد رها بشه تو تهران و ببینه شوهرش گم شده، نیست، هرچقدر میگرده پیداش نمیکنه. آیا این از پس وجود داشتن تو تهران برمیاد یا نه با 2 تا بچه که همراشه؟ اون خیلی سخت بود. یعنی دائم میبایست به این فکر کنیم تا این شخصیت شکل بگیره. این شخصیت این دختر که بازیگر حرفه‌ای هم نبودن، از تو مواد پیدا کردیم چون کرد بودن و منم می‌خواستیم مثلا طبق قصه اینو کرد باشن. قصهش از این قصه های ایسکا بی ایسکا بود. یعنی 2 تا بازیگر که راه میفتن میدن از یه مقصدی تا یه مقصدی دیگه
مقصدی زیاد مهم میتونست نباشه. سلام. سلام. شما ایزدی هستین؟ داعش با شما چیکار داره؟ زنتون رو کجا میبره؟ متوجه نمیشه خانم. اینا کرمانجی صحبت میکنن. فارسی بلد نیست که. من به هزار بدبختی نرد مزرد کردم آوردم این طرف. گفتم انسانیت کنم. شوهرش نیست، کنارش نیست. این دنبالش هم بیاره بهش دست شد بدن دست شوهرش و خلاص. آقای آقاخانی که بازیگر اصلی راننده کامیون بود خیلی خوب بود. تونست یه شخصیتی رو در بیارن که تا پایان همه رو حفظ کنه، نگه داره و به موقعش تماشاشی باش همدردی کنه، به موقعش تماشاشی همراهیش کنه تا به پایانش برسه. امیدوارم، یعنی نگرانم هنوز که واقعا تونستم این حرف رو بزنم یا نه. حس میشه که عشق پناه خوبیه واسه این آوارگی، واسه این درماندگی یا نه. سخته که تو بتونی بگی اینو و نگفته باشی. بعد از شیوع کرونا در ایران مثل بقیه کشورهای جهان تقریبا تمام نمایشگاه‌ها تعطیل شدند و بعضی از گالری‌ها به فکر نمایش و فروش آنلاین کارهای هنری افتادند. گالری دستان در دوران تعطیلی‌ها دو نمایشگاه برگزار کرد که به صورت مجازی و آنلاین ارائه شد. نمایشگاه صورت، رخ، قیافه، کار مشترک پارسا، مستقیم، صدرا میرشریفی و سپهر حاجی آبادی بود که به شکل سه‌بعدی در یک فضای نمایشی خیالی بازنمایی شد. این سه هنرمند چهره‌های همدیگر رو با تکنیک‌ها و سبک‌های مخصوص به خودشون نقاشی و طراحی کردند. صدرا میرشریفی از اکریلیک روی بوم، پارسا مقدم از پاستل و جوهر روی مقوا و سپهر حاجی آبادی از رنگ روغن روی بوم استفاده کردند. مجموعه جدید نقاشی‌های محمد خلیلی به نام هندسه سکوت یکی دیگه از نمایشگاه‌های این دورانه که در کنار نمایش حضوری محدود در وبسایت گالری او هم ارائه شده. نقاشی‌های خلیلی غالباً فضای دورافتاده و رمانتیک رو با تونالیته‌های خاکستری و بیرمق نشون میده. ساحل دریا، سنگ و گهگاه انسانی تک افتاده در اکثر نقاشی‌های او حضور دارن. خلیلی در هندسه سکوت به جای انسان سراغ ردپاهای صنعتی او در طبیعت رفته و ستونها و لوله های بتونی رو در ساحل دریای بیکران نشونده. بیشتر شخصیت‌های شاهکارهای پیکاسو مثل گرنیکا و دوشیزگان آوینیون قبل از اینکه روی بوم نقاشی پدیدار بشند، روی کاغذهای باطله، صفحات روزنامه و حتی دستمال کاغذی پا به جهان گذاشتند. نمایشگاه پیکاسو و کاغذ در رویال آکادمی لندن که درباره خلاقیت‌های این هنرمند بزرگ مدرنیسته به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره تعطیل شد. اما یک ویدیوی بلند از این نمایشگاه منتشر شد که بازدید مجازی رو از کارهاش میسر کرده بود. تماشا با اندوما برگزار کننده این نمایشگاه گفتگو کرده. عنوان این نمایشگاه هست پیکاسو و کاغذ.
نمایشگاه بزرگی که کل زندگی حرفه‌ای طولانی و پربار پیکاسو رو در بر می‌گیره. در این نمایشگاه به اشکال متنوع استفاده از کاغذ در کار پیکاسو می‌پردازیم. پیکاسو به کاغذ علاقه شدیدی داشت و همه جور کاغذی هم جمع‌آوری می‌کرد. ساختار نمایشگاه خیلی سرراسته. از کارهای دوره اولیه‌اش شروع میشه، از دوره آبی و دوره صورتی میرسیم به نقاشی انقلابی سال 1907ش، یعنی دوشیزگان آوینیون، و بعد با دوره کوبیستی ادامه بدیم و تا پایان عمر حرفه‌ایش پیش میریم. معمولاً کار با کاغذ برای هنرمندای جنبه شخصی داره و برای کارهایی مثل طرح زدن و کار کردن روی ایده هاشون در خلوت از کاغذ استفاده میکنن. برای همین کارهای کاغذی این فرصت فوق‌العاده رو برامون فراهم میکنه تا از اون چه در ذهن این هنرمند مبتکر و این نابغه خلاق میگذره تصوری داشته باشیم. در این حال بهمون اجازه میده ببینیم چطور پیکاسو در سطوح مختلف با کاغذ کار میکرده. بعضی کارهای نمایشگاه توانایی فوق‌العاده پیکاسو به عنوان طراح رو نشون میدن. خود پیکاسو همیشه با خنده میگفت که قبل از اینکه حرف زدن یاد بگیره طراحی میکرده. طراحی دغدغه جدیش بود. گاهی طراحی‌های کامل و پرجزئیات روی کاغذ اعلی انجام میداد. گاهی روی پاکت‌نامه‌ها سردستی چیزای طراحی میکرد. کاغذ نقش مهمی در تجربیاتی که به تولد کوبیسم منتهی شد داشته. از کارهای کلاژ با چسب و کاغذ گرفته تا کارهایی که توش از روزنامه یا کاغذ دیواری طرح‌دار استفاده کرده. این ترکیبای انتزاعی که پیکاسو با تکه پاره های کاغذی درست میکنه به نظر من خیلی جادویه. تابلوی زندگی رو معمولاً مهمترین اثر پیکاسو در دوره آبی میدونن. تابلوی بزرگی که به محض اینکه وارد تالار میشین نظرتون رو جلب میکنه. در این تابلو مردی با موهای مجعد رو میبینین که یکی از دوستای پیکاسوه. هنرمندی اهل بارسلون به نام کاساگماس که خودکشی کرده بود چون دوست دخترش ترکش کرده بود. مرگ این دوست خیلی پیکاسو رو تحت تاثیر قرار داده و یکی از عواملی بوده که در بروز حال و هوای غمناک و مالیخولیایی آثار این دوره، یعنی دوره آبی، نقش داشته. یه اتاق کامل رو در نمایشگاه اختصاص دادیم به یکی از مهمترین آثار دوره اولیه هنر مدرن، یعنی دوشیزگان آوینیون. این اثر جزو مجموعه موزه هنر مدرن نیویورکه و چون از شاخص‌ترین آثار مجموعهشون هم هست نتونستیم اون رو به امانت بگیریم. اما پیکاسو طرح‌های مفصلی برای خلق این تابلو زده و این اثر نقطه عطف مهمی در کارنامش محسوب میشه. او در این دوره مشغول الهام گرفتن از منابع جدید بوده، به خصوص از هنر آفریقایی که تازه کشفش کرده بوده. برای این اثر طرح‌های زیادی زده که حالا یا طراحی‌اند یا نقاشی. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نمایشگاه دفترچه‌های طراحی پیکاسوه که نشون میده ذهنش درگیر خلق و ابداع در چه ابعاد غریبیه. با تماشای این کارا متوجه میشیم که پیکاسو هنگام خلق این اثر که از نظر ذهنی و تصویری پیچیدگی‌های زیادی داره چه سیر تحولی رو سپری کرده. در ادامه نمایشگاه میرسیم به دوره کوبیستی که دوره تجربی فوق‌العاده‌ای برای پیکاسوه. وقتی به پیکاسو کوبیست فکر میکنید میبینید که کارهای کوبیستیش هیچ وقت کاملا انتزاعی نبوده. کوبیسم براش راهی انقلابی بوده برای دیدن، فهم و تحلیل فضا، رابطه بین اشیا با فضا و یا رابطه پیکره با فضای اطرافمون.
پیکاسو برای اولین بار در تاریخ هنر غرب از فضای سه‌بعدی و نقطه گریز که ثمره دوره رنسانس در تاریخ هنر غرب دور میشه و به سمت فضای مسطح‌تر و بسته‌تر میره که در اون شما میتونید تعدد زوایای مختلف دید رو در آن واحد روی یک صفحه تخت مشاهده کنید. در 1937 پیکاسو سفارش کاری برای ارائه در پاویون اسپانیا در نمایشگاه جهانی پاریس در همون سال رو قبول کرد. اولش میخواست یه زن برهنه عظیم کار کنه، اما شهر گرنیکا رو بمباران کردن و شهروندان زیادی کشته شدند. این اتفاق پیکاسو و یار هنرمندش دورامال رو به خشم آورد. دوره فرانکو جنگ‌های داخلی اسپانیا بود و پیکاسو تصمیم گرفت موضوع کار سفارشی پاویون اسپانیا را عوض کنه و به جاش اثر تکرنگ عظیم گرنیکا و فجایع اون رو خلق کنه. این کار همچنان یکی از مهمترین آثار درباره فجایع جنگ محسوب میشه. این نمایشگاه بسیار بزرگه و حدود 360 تا کار توش هست. موضوع هم مفصل و پیچیده است و ما یک کاتالوگ بزرگ با مقالات متعدد براش تهیه کردیم. بعد ناگهان کرونا شایع شد و نمایشگاه بسته شد. اما شگفت‌آوره که از دل این اتفاق بعد چیزای مثبتی هم در اومده. مثلا همین که همه موزه‌ها دارن آثار رو به شکل دیجیتال عرضه می‌کنن و در این حال مجبور بودند دست به ابتکار و خلاقیت بزنند و این باعث شده از همه جای دنیا مردم بتونن این نمایشگاه رو ببینن. کسانی که لزوماً لندن نیستن و قبلاً راهی برای دیدن چنین نمایشگاهی نداشتن. به نظر من امکان برقراری ارتباط گسترده با این مخاطب جدید باعث میشه ما از این به بعد به راه‌های جدیدی موقع برگزاری نمایشگاه فکر کنیم. کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته بهروز بوچانی، روزنامه نگار و نویسنده کرد ایرانی، به تازگی توسط نشر چشمه در ایران منتشر شده. نسخه انگلیسی این کتاب دو جایزه ویکتوریا برای ادبیات و ویکتوریا برای آثار غیر داستانی رو برده که جزو معتبرترین جوایز ادبی استرالیا محسوب میشن. بهروز بوچانی جزو پناهجویانی بود که 6 سال از عمرش رو در اردوگاهی در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو سپری کرد. این کتاب روایت وضعیت و سیستم غیر انسانی پناهجوها در این اردوگاهه که بهروز بوچانی از قصد بهش میگه زندان. آقای بوچانی در حال حاضر ساکن نیوزیلنده و اونجا منتظر رسیدگی به پرونده پناهجوییشه. حالا آقای بوچانی روی خط اسکایپ با ماست که درباره هیچ دوستی به جز کوهستان با هم صحبت کنیم. آقای بوچانی، چطور شد که در شرایط سخت اردوگاه به فکر نوشتن این کتاب افتادید؟ ببینید، خب این ربط داره به تاریخ زندگی که داشتم در اون جزیره، به خاطر اینکه حالا برای سالها چون می نوشتم به زبان ژورنالیسم و از اون برم در واقع نقدی که داشتم به نگاه سازمان‌های حقوق بشری و نگاهی که به پناهنده دارن، و این باعث شد که سعی کنم اون زبانی که سازمان‌های حقوق بشری دارن استفاده میکنن نسبت به پناهنده و زبانی که دولت استفاده میکنه و همینطور زبان ژورنالیسم، همه اینا رو بتونم در واقع دور بزنم و با یه زبان دیگه صحبت بکنم. و این نوشتن کتاب حالا و تکیه کردن به زبان ادبیات برام خیلی مهم بود. و این که حالا چرا کتاب نوشتم، به هر حال از بعد تاریخی برام خیلی مهم بود که ما بتونیم اینو در واقع ریکورد کنیم، این تاریخ، این زندانو. هر چند که هدف ریکورد کردن برای تاریخ نبود، چون چیزی که برام مهم و بی اهمیت ترین عنصر برای پناهنده تاریخ است و چیزی که مهم بود این که پناهنده بتونن از اون جزیره خارج بشن. حالا این که این کتاب چه تأثیری داشته، اون حالا یک موضوع جداگانه است.
شما گفتید که نمیخواستید از زبان روزنامه نگاری برای روایت داستان کتابتون استفاده کنید، چون زبان روزنامه نگاری رو شبیه زبانی میدونستید که بخشی از قدرت حاکم است که دارید باهاش میجنگید. نتیجه‌ای که ما در کتاب میبینیم نثری است که خیلی جاها شاعرانه است. چرا زبان شاعرانه رو برای کتابتون مناسب دونستید؟ بر اساس تجربه‌ای که داشتم، برای سالها نوشته بودم به زبان روزنامه نگاری و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. به خاطر همین سعی کردم که در واقع تکیه کنم به زبان ادبیات، هرچند که این زبان ادبیاتی که ما در موردش صحبت میکنیم حتی در کتاب زبان ژورنالیسم هم برجسته است تو این کتاب. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این کتاب صرفاً به زبان ادبیات هست. زبان ادبیات، زبان ژورنالیسم هم خیلی برجسته است و مهم هست و در واقع یک زبانی رو که ما میتونیم بگیم که در واقع در بین حد فاصل زبان ژورنالیسم و ادبیات هست. در نقدهای فارسی مطرح شده که کتاب رمان نیست و نشر چشمه نباید اون رو به عنوان رمان عرضه میکرد، در حالی که منتقدان انگلیسی زبان معتقدن که کتاب شما فراتر از خاطرات و یادداشت میره و باید اون رو در زمره آثار برجسته ادبیات زندان قرار بدیم. خودتون دوست دارید که روایتتون در کجا قرار بگیره؟ اصلا اینکه در ژانری قرار بگیره برای شما مهم هست؟ نه ببینید، اصلا ما نباید فراموش کنیم که اصلا هدف از نوشتن این کتاب چی بوده. یعنی در واقع هدف از نوشتن این کتاب خلق ادبیات نبوده. هدف از نوشتن این کتاب افشاگری این سیستم بوده و ما اون بعد خبریش هم باید اهمیت بدیم. هدف از این کتاب این بوده و من اصلا دنبال این نبودم که بخوام رمان بنویسم یا اینکه، ولی خب هرچند این کتاب در ساحت ادبیات اتفاق افتاده و ما نباید فراموش کنیم که در واقع زمینه اصلی این کتاب سیاست هست و ما در مورد یک امر سیاسی صحبت میکنیم و حتی من همیشه گفتم حتی نوشتن یک شعر عاشقانه یا وقتی شما یک آواز میخونید و این رو از اون جزیره خارج میکنید و منتشر میکنید، در واقع شما اون ذهنیت رو به چالش کشیدید، شما اون پروپاگاندای دولت رو به چالش کشیدید و شما خودتون رو به عنوان یک انسان تعریف میکنید و این فکر کنم در نهایت هم در جزیره مانوس این اتفاق افتاد که در واقع پناهنده ها به دست به یک نوع میتونیم بگیم یک مقاومت و یک نوع ریاکشنی زدن که حالا کار من تنها بخشی از این مقاومت بوده و خیلی از پناهنده کار هنری قشنگی انجام دادن. خیلی از پناهنده در واقع تولید کردن، دست به تولید و خلاقیت به خرج دادن و این نهایتا ما میتونیم بگیم اون ذهنیت و که ذهنیت حالا استعماری یا ذهنیت راسیستی سیستم حاکم رو به چالش کشید و نهایت حالا به جایی رسید که ما میتونیم بگیم که یک تغییری ایجاد شد. حداقل برای پناهنده با گونه یک تغییر شاهد بودیم. بعضی انتقاد میکنن که چرا شما کتابتون رو با حذف بعضی قسمت ها در ایران چاپ کردید و به نوعی تن به سانسور دادین. کاملا قبول دارم این در واقع خلاف اصول بود. به هر حال یک سری اصول وجود داره. وقتی شما از یک جایی در واقع ترک میکنید یک جایی و اونم یک سیستمی به نام سیستم که در ایران وجود داره و این یک مسئله ای است که من فکر میکنم کاملا درسته و من واقعا متاسفم از این بابت. فکر میکنم این ربط داشت به، یعنی بخش بزرگیش ربط داشت به قضیه اون فضایی که در اون فضا بودم و شرایطی که بود و حالا بعدن هم آقای نوید محمدزاده هم خوندش که من
واقعا متاسفم از این بابت، چون به هر حال هر کسی آزاد هست در بیان عقاید سیاسی خودش، ولی خب من فکر کنم که عقاید سیاسی من یا حالا افکارم خیلی فاصله داره با آقای محمدزاده. بهروز بوچانی، ممنونم که با ما بودید. نسخه طولانی تر مصاحبه با بهروز بوچانی رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. برنامه این هفته را با خوندن بخشی از کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان به پایان میبرم. آخرهای شب زندان در تاریکی جنگل و سکوت اقیانوس گم میشد. وحشت مانند یک زن شرقی گیسوانش را بر فضای زندان پهن میکرد و هر کدام از ما سایه تاریکی بودیم که به دنبال تکه های نور میگشتیم. من بیشتر از هر کسی آزادی را در دود سیگارم ترسیم میکردم. گاهی اوقات در نیمه های تاریک شب مسیر 100 متری را تا حصارها میپیمودم، پاهایم را به حصارها میچسباندم و در رویای آزادی دود سیگارم را به روی شب پشت حصارها پرتاب میکردم. گاهی هم آزادی سیگار را در محبس بازوان زنی چشم بادامی میپنداشتم. این نوع توهمات که از منبعی نامشخص بر من فرود می آمدند نتیجه نداشتن جز نشستن عرقی سرد که بدنم را منجمد می کرد. با قیافه بی اعتنا به این نوع دلخوشی های احمقانه لگد می زدم و باز به دنیای درونی خودم عقب می نشستم. دنیایی پر از رازها و لذتهایی که حتی خودم را شگفت زده می کرد و دست آخر در تعادلی بین دو دنیا متوقف می شدم.